کسی که فقط دنبال منافع خودشه طبیعتا اصلا براش دوست و رفیق اینجور چیزا ارزشی نداره. با کسی که تا موقعی که منافعش توش باشه باش دوست و رفیقه. اولین بار که من دستش گرفتم به توصیه برادرم آقای کریمی برای خرید تیم سپیدرود به من گفتن که برو بانک و درخواست دست چک بده. منم چون برادرم بود فکر میکردم که بخوام این دستش گرفتم برای من دردسر بشه، رفتم چون علاقه خیلی شدید بهش داشتم مثلا هیچ وقت رو حرفش حرف نمیزدم، رفتم بانک درخواست دست چک دادم. بعد این دست چک ها رو همینطوری از بانک گرفتم به آقای کریمی تحویل میدادم، ایشون برای خرید سپیدرود، برای مخارج پول بازیکن ها، برای هر چیزی از این دست چک استفاده میکرد. تا زمانی که دیگه سپیدرود سقوط کرد و این چک ها یکی یکی شروع کرد به برگشت خوردن، دیگه پاس نشد. من از سال 97 درگیر این برگشت خوردن چک ها شدم. از این دست چک 10 فقره چک موند که دست خودم موندش. اومد و برگشت به من گفتش که 10 فقره چک به من بده، من میخوام بدم به دوستان. منم برگشتم گفتم که باید مبلغ به من بدی. گفت نه من الان ندارم که مبلغ رو بنویسم، شما به من بده، به من اعتماد نداری، من همش رو مینویسم 10 تومن 20 تومن 30 تومن. رو هر فقره چک مبلغایی که خودش میخواست، روی یکیش 700 میلیارد نوشت، روی یکیش 70 میلیارد نوشت و به کسایی داده که اصلا من باهاشون نه طرف حساب بودم نه میشناختمشون نه چیزی. از اون موقع به بعد من هر کاری کردم، هر جایی تونستم بخوام صدامو مثلا برسونم که بگم که چرا من به خاطر 700 میلیارد باید اینجا باشم، آقای کریمی برگشته گفته برید بنویسید 700 میلیارد برگشت بزنید، بذارید تا آخر عمرش تو زندان بمونه. بله من هنوز 17 ماهه که اینجام. رفت نه مردی کرد، روی یه چک فقط 700 میلیارد نوشته، روی یه چک 70 میلیارد نوشته و دستش، ببخشید که این کلمه رو میگم، دستش شرخر داده که حتی اومدن اینجا همینجا به من برگشتن گفتن اینا کی بودن که اومدن دم زندان حکمت آوردن. گفتم من اصلا اینا رو نمیشناسم، یعنی دست هر کسی داده که بیاره. الان یکی از چکای منم برای یکی از فوتبالیستای سابق پرسپولیس بود، یعنی یه دونه رو توسط اون اومدن اینجا اجرا گذاشتن و آوردن رو پرینت من. از دوستیاشون استفاده کردن. ورزش گیلان شکایت کرده از این آقا که با چکای خواهرش این تیمو خریده به نام خودش کرده و هیچ کدوم از چکام پاس نشده. الان من خیلی از بازیکنای سپیدرود چکای من برگشت خورده دارن. چیزهایی که یک عمر خانوادم به روش نزده بودن و زدن و این شد کینه و شروع شد برای درد سرای چکایی. گفتم هیچ کاری واسه ما نکردی، اونایی که سر تو کلا گذاشتن الان سر سفرت آقا و خانوم شدن، ما همه مثل ببخشید البته اینو میگم مثل کلفت نوکر دورت میچرخیدیم. واقعا اگه ببینید اصلا فکر نمی کنید که پدر مادر من پدر مادر علی کریم باشه. ایشون مثل که کینه منو بد جور به دل گرفت. تو این 17 ماه هر روز من منتظر بودم که ایشون یه زنگ بزن و این کار با من نکرد و نمیدونم حالا دلش برای من نسوخ، خیلی راحت میتونست دلش برای بچه های من بسوزه که الان 17 ماه بی مادر دارن زندگی میکنن. بچه های من به برادر من پیام دادن، وایس دادن، ولی هیچ اهمیتی به پیام های بچه های من هم بد. همین پری روز فکر میکردم یه خبری ازش میشه. دو هفته پیش برادر بزرگم گفت که از علی خبر میشه. این دو هفته هم صبر کن، دو هفته هم گذشت ولی هیچ خبری نشد. فقط بچه هام دارن آسیب میبینن، پدر مادرم، یعنی هر روزی که من شمارهشون میگیرم فقط دلهوره اینو دارم که پشت تلفن صداشون رو بشنوم. مامان من منت دوستای علی رو میکشه
که آقا یه خبر به من بدید، این نیستش، این رسم مردونگی نیست. بچه من، پسر من الگوش دایش بوده ولی الان اسمشو نمیاره. چرا باید اینطوری باشه که کسی که یه زمانی الگوی یه نفر باشه الان اصلا حاضر نباشه که اسمشو بیاره؟ چرا؟ چون مادر منو بیگناه 17 ماه انداختن تو زندان. یعنی الان فهمیدم روزی که میخواسته دست چک بگیره از قصد میدونسته که میخواد این بلا رو سر من بیاره که رفت این کار کرد، وگر نمیتونست دست چک خودشو خرج کنه. به بچه هایی من فکر نمی کنه و اینجا طوریه که من با حکم قطعی اومدم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. همین دیشب دخترم به من میگه که ماما کی میای؟ گفتم کارم درست بشه میام. و همون لحظه فقط به علی فکر کردم، گفتم چرا حسرت این همچی چیزی کوچیکی رو به دل بچه من گذاشتی که بچه ساعت 8:30 شب التماس کنه یا به من بگه ماما کی میای؟ چون برای اونم آرزو شده. ولی خب من میگم بیشتر از خودم، با دوستانم که صحبت کردم بیشتر از خودم نگران خانوادم بودم. چون نگران خانوادم بودم باید یه کاری انجام میدادم. ببینید من همه چیز زندگیمو دادم، حتی تمام سرمایه همسرمو که تو این چند سال خودش زحمت کشیده بود و دادم. اولین کاری که کرد خونه بچه های منو گرفت و من روزی که این کارو کرد خیلی گریه کردم، گفتم ببین این کارو نکن، سرپناه بچهای منو نگیر. ولی اولین کاری که کرد بدونی که من باشم وسایلای منو ریخت تو راپله. یک سال و نیم وسایلای من تو راپله خونه فردیس بود. بعد از یک سال و نیم مامانم رفت فرداشو برد و بچهای من یک سال و نیم که الان خونه عمه، خونه دایی، خونه این مادر بزرگ، اون مادر بزرگ دارن زندگی می‌کنن. حتی به اندازه یک پول رهن خونم برای من نذاشتن، همه پولامو ازم گرفتن و بعد این بلا رو سر من آوردن. پسرم مثلا برای دایش نوشته که حال هلنا خیلی بده، بیتابی مامانشو میکنه، تو رو خدا تو میتونی یه کاری بکنی. ولی این آقا اصلا، و من بیشتر از این ناراحت شدم که برادر من یه زن زندگی آزادی ولی خواهر خودش رو توی زندان بدون بی گناه اینجا گذاشته و نگاه نمیکنه که از کدوم زن ایرانی دارید حمایت میکنی. خواهر تو که بی گناه اینجا مونده و میدونی بدهکار نیست، بیا این کار باش بکنی. و این همه پیغام من وایس گذاشتم براش، بهش گفت، پیغام دادم به وکیلش، به هر کسی میتونستم دادم، ولی کوچکترین اهمیتی نداد. بچه هایی که از اینجا رفتن خیلی زیر پستاش گذاشتن، گفتن که شما نمیخواد طرفداری از زن ایرانی کنی، برو خواهرت نجات بده. هیچ جوابی نمیده. چند نفر میریزن روی یه خانوم، یه دختر، بابا این خواهر ماست، نمیدونم مادر ماست، نمیدونم آقا دختر ماست. الان مادر من خیلی پیره، خیلی بعد از قضیه منم اینقدر شکسته شده، حتی حسرت اینو داره یک بار فقط زنگ بزنه حالشو بپرسه، برگرده بگه آخه چه کاری بود با خواهرت کردی. ولی اصلا هیچ راه تماسی با ما نذاشته، هیچ راهی. اینجا من یه تلفن ازش داشتم، یعنی دو سه تا تلفناشو داشتم، از زندان خیلی زنگ زدن بهش، ولی تا صدای میگن از زندان زنگ زدیم قطع میکنه و نمیدونم کینش چیه، چی بهش گفتن. اسطوره این باشه، کسای دیگه باشن که الان تو هر چیزی، حالا من نمیگم توی بد و خوب مردم پشتشون باشن، ولی برادر من میخواست با از این تاریخ زودتر ویزای آمریکا رو بگیره که تونست یک ماه سیتیزن آمریکا بشه و الان اونجا هستش و هیچ کار دیگه ای نمی کنه. نشسته، حالا هر چند وقت به آدم یه پیام میذاره که به مردم بگه من هستم. برادر من فکر میکنم فقط برای این که تو صدر بمونه، ببخش اینو میگم، فقط به خاطر این که فراموش نشی این کارو میکنی، فقط که میگی زن زندگی آزادی. چون اگر زن زندگی آزادی برات مهم بود، اولین کاری که میکردی خواهر خودت که توی زندانه، تو حبس بیگناه نجات میدادی. این حرفیه که الان 17 ماه رو دل من مونده و باید میگفتم بهش. اینا همه حرف کلیشه‌ایه که میزنی که فقط فراموش نشه، تو رأس بمونه. تلاش کردم که صدامو برسونم،
بگم که بابا مردم اینجا همین اسطوره‌ای که میگی خواهر 17 ماه اینجاست ولی شیادی ازش نمیکنه. ولی جالب اینجاست که هر جا اسم من میاد توی این استا حالا یا هر چیزی فوراً یه چیزی میشه که پاک میشه، یعنی نمیذارن که به گوش مردم برسه. یا بعضی با تعجب میرن همچی چیزی نیست، مگه میشه خواهر علی کریمی تو زندان باشه؟ مردم باور نمیکنن که همچین اتفاقی مثلا برای من افتاده، خواهر کسی مثل علی کریمی الان 17 ماه تو زندان باشه و این برادرش حتی یک بار حال بچه‌هاشو نپرسه. من فکر میکنم که اگه اینایی که دارن این کارا رو انجام میدن فقط انسانیت به صورت این نسیم از بغل اینا رد شده بود، مطمئنا این کار رو انجام نمیدن. حالا من منتظرتون هستم، منتظر شما هستم، میدونم چیکار بکنید. من حتی توی فکر این بودم که پیجمو دیاکتیو بکنم، غیر فعال بکنم، چون واقعا شرایطشو نداشتم که وقتی میایم توی سوشال مدیا توی شبکه‌های اجتماعی یه خبر بد بشنوم، واقعا دیگه اون توان نداشتم. برای همین این اون انرژی که از مردم میگرفتم، این که ما رو تنها نذاره، این واقعا خیلی خیلی جمله که ما امیدمون به شماست، به امثال شماست. برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای خواهرامون، برای